ای کوروش صباتی مرد یک دیزاین و تیون ماشین تو ایران قلوبه. چطوری آقا بعد مرسی. مدت ها ما بالاخره تو رو دستگیرت کردیم اینجا مدت ها که ببین هرکی کی بیا ترکیه من دستگیرش میکنم عالیه خوش خبر دادم, دادم اومدم <applause> قول داده بودم به داره. داره دادم خیلی خوش اومدی دیگه تو از کسایی هستی که مخصوصا پیج من که ماشین باز زیاد داره احتیاج به معرفی نداره چون من فکر کنم خیلی ماشین باز تو یوتیوب من و پیج من به واسطه ماشین باز بودن خود من از گذشته هستم و دیگه نمیشه ایرانی ماشین باز باشی و صحباتی رو نشناسی خب که حالا خیلی میخوام در موردش صحبت بکنیم بعد از اینکه دیگه خیلی خوش اومدی و اینا و حالا فقط هم صحبتمون امروز ماشینی نیست کوروش خب میخوام یکم صحبت شخصی هم با خودت بکنیم فکر خیلی کم خودت صحبت کرده باشی اصلا در مورد خودت و زندگی شخصی تو اینجور چیزا علاقه شخصی فکر کنم مثلا صحبتی نکنه ما هر چی تو پیج میبینیم از صحبتی مربوط به ماشین ماشینه آره بیشتر دوزیارش. به آره. آره حالا میتونیم یه جای دیگه بریم من یه سوال ازت میکنم توی برنامه خوشو بش که در واقع این پلی لیست منه تو هم میتونی متقابلا هر چیزی خواستی صحبت کنی و هر سو... سوالی هم از من داشتی بپرسی بذار ماشینی صحبت رو شروع کنیم با هم دیگه اه... میخوام بپرسم ازت این سوال خیلی واس عجیب ترین ماشینی که تا حالا شما روش کار کردید حالا رپ کردید اصطلاح رپ هم بگم خیلی ها که ماشین باز نیستن شاید فکر کنن رپ موزیک رو ما میگیم بر بچه های ماشین باز میدونن که رپ کردن اصطلاحش که به اون شکلی هم آر نوشته نمیشه دبلیو آر, ای پی دبلیو آر, ای دبلیو آر ای که دبلش خونده نمیشه همون اصطلاح کاور کردن ماشینه که حالا تو کشورهای مختلف اسمای مختلف میزن <تصفح> ولی اینترنشنال رپ کردن ماشینه که من فکر کنم صحباتی با این کارش شروع کرده از اول درسته؟ دقیقاً آره حالا میخوام ببینم که کوروش عجیبترین ماشینی که تو تا تو حالا توی زندگی توی زندگی کاریز رپ کردی از نظر خود چی بوده؟ عجیب ترین ماشینی که کار کردیم اگر بحث سوپر اسپورت بودنه یا بخوایم بگیم عجیبی از ماشینه که داخل ایران نیستن خب ماشین سوپر اسپورت زیاد کار کردیم و حتی باز ماشین لوکس رویز رویز کار کردیم از اون طرف روی هوراکان کار کردیم روی مکلارن کار کردیم روی فراری کار کردیم اومده بودی دوبه خودت دیدی آده. داشتیم پی پی افش میکردیم ولی توی ایران با توجه به اینکه خب محدودیت هایی هست یه سری ماشینا نیستن یا یه سری ماشینا اومدن و خاص محسوب میشن خب مثلا ای ها خاص بودن در ایران فکر میکنم هفتاد و خورده ای آیت وارد ایران شد نزدیک چل پنجاه تاش بیشه ما اومد شد آره. خیلی چل شد که پی پی اف مات پی پی اف شفاف و از اون طرف هم بحث دیزاینشون ناردو گری زدیم خیلی هاشون مات شدن خیلی سفید با تیفای مختلف روشون کار شد یه دونه کار داریم مشترکن با کربون اف دیزاین یک دیزاینر رپ اونم یعنی با استیکر میاد یه سری دیزاینه خاص ارائه میده با اون یه همکاری مشترک داشتیم یکی از خاص‌ترین آیهیت های دنیا محسوب میشه که الان توی تهرانه عکسش حتما بچه ها میبینن و اون یکی از پروژه که من خودم خیلی دوست دارم یعنی بخوای بگی عجیب ترین اونو میگی عجیب ترین ببین یه سوپرا اومد پیش ما خب یک دیزاین خیلی خاص انگار خودمون خلق کردیم هم... بخواب... که تصادف کوچیکی هم تو ایران کرد سوپرا بال دقیقا آره، آره. خب، خب. خب. اون رنگش انگار زرد فسوری بود وارد ایران شد و خب یه سری از دوستان با توجه به اینکه دوست دارن ما یعنی تاچ ما رو میخوان انگار امضای ما رو میخوان رو کار باشه کامل سپردن به ما ما نشستیم هم رنگش رو انتخاب کردیم هم طرحش رو انتخاب کردیم و روش خیلی کار کردیم یه هفته در روز مدام کار میکردیم که ببینیم چه کاری میتونه باشه که جورنالی باشه انگار مثلا بتونه تو انگار پیجای مختلف هم این کار بیاد بیرون و این اتفاق افتاد, افتاد. جهانی شد یک طرح ژاپنی روش دادیم بادی کیت داشت اون ماشین آره. آره. ماشین کیت داشت آره کیت کربن داشت و میلیتاری گرین شد میلیتاری گرین مات شد و از اون وره هم یک دیزاینه انگار درت روش اجرا شد که با کاور فلورسنت کار کردیم یعنی کاملا شب از خودش نور میداد و این اتفاق خب اتفاقیه که روی ماشین هم همیشه نمیفته و متریالش هم متریالی بود که اصلا ما ساختیمش انگار در اصل چیزی نبود که اصلا رپی باشه که آماده باشه ما بخوایم این کار انجام بدیم که این ایده اومده و خیلی برای من جذاب بود یعنی جذاب ترین کار اخیرمون اون بوده ولی خب کار خاص زیاد کردیم تر AMG 1 رو ما روی AMG کار کردیم اونم, اونم, اونم خیلی طرفدار هم اخیرا یه ماه گذشته من تو اینستاگرام همشون ماشین رو دارم میبینم همه جا تو اکسپلور من اون ماشین هست و حالا تو این نکته خیلی باحالی گفتی کورش. شاید خیلی ها نمیدونن که یه جورایی تو باید آرتیست باشی که این کار رو انجام بدی فقط بحث این نیست که بخوای ماشین رو رپ بکنی و کاور بکنی من میخواستم از تو بپرسم که مشتری هایی دارید که اصلا کلا بگن چشپسته کوروش این ماشین این مشخصات تو خودت چیکار میخوای بکنی تو به ما بگو چیکار کنیم این اتفاق زیاد میفته نه این اتفاق زیاد نمیافتاد با توجه حالا نکته خوبی رو گفتید در اصل من با دیدگاه آرت وارد بیزنس ماشین شدم من ام. آرشیتکتم یعنی رشته تحصیلیم بوده و از اونورم به هنر خیلی علاقه داشتم از حالا کارهای هنری و نقاشی ها و کارهای ای که انجام میدادم تا از اون طرف علاقه به این داشتم که بخوام کلا یک چیز چیز جدید رو به اسم آرت خلق کنم حالا روی ماشین میخواد باشه روی بوم میخواد باشه یا بخواد اینتریور دیزاین خونه باشه در اصل من این موضوع رو اومدم ایجاد کردم خب سالهای اول همه چی سخته به خصوص کاری که ما در ایران راه انداختیم نظیرش نبود یه جورایی پیشکسوت این کار در ایرانیم ولی بحث اینه که این اعتماد سازیه تا اینکه بخواد تبدیل بشه به اینکه طرف اون سیگنچر رو درک بکنه و بعد بگه که آقا من امضای تو رو میخوام و افتاد این اتفاق این اتفاق کم و بیش افتاد و الان خیلی بیشتر شده به خصوص از وقتی که ما وارد امارات شدیم خب ایرانی هایی که با توجه به حالا بحث فعالیت ده دوازه سالهی که ما در ایران امه. داشتیم باعث شد که یک سری کسایی که در انگار خارج از ایران زندگی میکنن چون پروژه خارجی ما زیاد داشتیم هم هم تو ترکیه هم بوده ما نزدیک به 10 تا پروژه در ترکیه انجام دادیم کارهایی بوده که خواستن ما خودمون بیایم طرح و دیزاینش رو بدیم و اون رو بیایم روی ماشینشون اجرا بده اجرا کنیم خدا رو شکر موفقیت آمیز بوده یعنی بلکن. چون اون لبخندی که مشتری پشت چهرهش هست رو من میبینم و اون برام مهمتر از کاری که ارائه میدم اون لبخند رضایته مهمه که خب قطعا اون کاری که انجام میدیم اون طریقه میدیم و در بر داره و خدا رو شکر تا الان موفق بودیم یه سوالی تو ذهنم داشتم برای جلوتر ولی مجبورم الان بپرسم چون دقیقا مربوط به همین بحثته کامبی زخباری ماشینشو میده به تو الان خب میگه یه هفته دیگه میخوام ازت از تحویل بگیرم من چشم بسته میام اونجا فقط چشمو باز کنید من ببینم برای من چیکار میکنی چی تو ذهنت پیاده میتونی فانتزی هم فکر کنی خیلی لگو داره کانسپت لگو داره قطعاً داره چقدر جالب داره. اینقدر سریع گفتی من احساس کنم قبلا فکر کرده بود <applause> که ماشین منو چیکار کنه ما یه بار تو دبی صحبت کردیم گفتم بدم هم نمیادیم همچین پروژه راجع این موضوع نگفته بودی ولی الان که گفتی خب من سعی میکنم ببین این میشه دیگه ساید بیزنسی یا باز حتی بحث شما وقتی اوردری به من میدی یا شما نو به من اوردری میدی من سعی میکنم اول با توجه به شناخت اولیه‌ای که نسبت به شخص مقابلم پیدا میکنم یعنی از لباس پوشیدن گرفته تا حالا سوالایی که پرسیده میشه سعی میکنم یه خروجی بگیرم و طبق اون خروجی بیام هنرم رو ایجاد بکنم خب با توجه به ارتباط چند و چند سالی که با خودت دارم و چیزی که ازت میدونم خب خروجی ازت برداشت کردم که میدونم چی ممکنه تو رو حیرت زده بکنه در نتیجه ازید. من سعی میکنم طبق سلیقه خودم اون رو اجرا کنم و تو قطعا بیشتر کانسپت لگو انجام میشد چقدر باحال من رو ماشین قبلی هم یه دونه استیکر لگو چسبونده بودم که تو شهر همه میفهمیدن این ماشین منه ولی این خیلی باحاله بعد ماشینا حالا قرمز یکی از ساینای لگو دیگه زرد آه. و قرمز دیگه فکر کنم بیس داستانو داشت که یه کار اتفاق عجیب غریبی روش بتونی ایجاد بکنی قطعا ولی خب این چیزی که دارم میگم خیلی باید عمیق تر بشم چرا چون باید یه اتودی ازش بزنم که یک الهامی از لگو گرفته باشه در اصل اون طراحی اصلی خب زمانبره و بیشتر بشه فکر بشه ولی خب قطعا یک کار این فرهنگ الان توی تتو داره اتفاق میفته مثلا ما چند تا تتو آرتیست معروف داریم همینجا تو ترکیه ایرانی که شما بهش نمیگی که من این طرح رو میخوام <تصفح> شما میگی آقا من کار تو رو انقدر دیدم و تو رو به عنوان یه آرتیست انقدر دوست دارم که من بهت میگم علایقم چیه ولی اون روزی که میام زیر دستت میشینم تو میدونی چی میزنی این خیلی اتفاق بزرگی برقرار دست آدم ماشین آدم نیست عوضش کنی بله. با... من میخوام بهت بگم که اتفاق تو ماشین باید بیفته آقا تو باید کوروش ثباتی به عنوان یک ساین هنری بپذیری و بری پیشش بعضی وقتا یه وقتا هم قبول تو مشتری هستی میتونی بری ماشین خودتو با سیستم خود دیزاین کنی ولی اگه رفتی اونجا من خودم دوست داشتم این کار بکنم یعنی من اگه یه روزی بخوام ماشین رو رپ کنم هیچ وقت نکردم بهت گفتم من ماشینمو میدم به تو یه هفته دیگه میام تحویل میگیرم این شکلی هم و دوست دارم این فرهنگی برای یه مثلا 20 درصدی از آدما جا بیفته نمیگم همه آدما که بسپرم به یه آرتیست که اون کارا رو ماشین بزنه و تو ماشین وان آف وان سواری بعد <applause> این ماشین دیگه رپ مت مشکی نداره تو خیابون راه بره دیگه این ماشینی که هر جا ببن... ببینم میگن کوروش زده برای کامبیز دقیقا. مثلا حالا بریم ساید اون ورش رو مخترین درخواست عمومی مشتری ها از صباتی چیه <applause> یعنی چیزی که دیگه میگه بابا باز این نپرسید ببین علامت مشم بهش فکر کنم ولی انقدر کارم و دوست دارم هیچی رو مخ نیست یعنی با یه اتفاقایی بعضی وقتا میفته شاید مرتبط با ماشین باشه ولی تخصص من نیست ولی چون انقدر تو دل کارمم و علاقه دارم حتما یک سری کاری که انجام ندادم و انجام بدم البته این به این معنی نیست که ماشین بشه یا اون درخواست بشه موش آزمایشگاهی نه تکنسیان ها رو همیشه هرفهی ترین ها چون اعتقاد دارم که همه چی باید بهترین باشه و روی همین حساب شما یک درخواست غیر عرف ولی ماشینی هم از من داشته باشی من هیچ وقت نه نمیگم خب سوالای و... عجیب غریب نمیپرسن ازت که مثلا احتمالا خیلی میپرسن دیگه چون برای مردم رپ یک کمی عجیبه مثلا پرایدم کاور میکنید مثلا همچین چیزی خارج نکنی ن... نمیگیم نمیکنی آره میدونم یعنی منظورم که اون آدم نه منظورم مثلا مثل این سوالایی بود که خیلی وقتا پیش میاد که مثلا ماشینی که مثلا رنگ ندارم ما میتونیم رپ کنیم در کهش ربطی نداره که حالا ماشین تا رنگ داشته باشه آها نداره. اونجوری ببین نه چون سوالاتیه که ممکنه برای خود من هم اگر ندونم این کار دقیقا چیه بیسش سال پیش بیاد شاید بعد از این همه سال اگر این سوال پرسیده میشه چیزی نبوده که الان بخواد, بخواد مثلا تو فکرم بره بگم آقا باز این سواله پرسیده شد مثل روز اول مثل نفر اول جواب طرف داده میشه باریکالا. و به خصوص چون من خودم تیمم رو تعلیم میدم و از اون طرف سعی میکنم خیلی این کار باشم یعنی موقعی که ایران هستم یا سر کار هستم تلفن رو به منظور میگیرم که اصلا خودم درگیره سبک روزمره مشتریایی که میخوان تماس بگیرن یا درخواستایی که میشه باشم که مشرف باشم ببینم الان با توجه به حالا بحث جامعه الان چه درخواست هایی میشه حالا یک زمانی بود ماشین ها جدید تر بودن مثلا ماشین های 16 17 18 دم دستر بود هنوز اونقدر قدیمی نشده بود. یک سبک درخواست میشد و یک سبک اون سالی که میگی پرسیده میشد الان باز سبک فرق کرده یکی این ماشین ها قدیمی تر شدن دنبال یه سری کارهای جدیدن همیشه جدیده همیشه جذابه ببین خوش سلیقه ترین ماشین باز ایرانی که تو دنیا ممکنه تو ذهنت بیاد کیه مثلا کسی رو میشناسی کالکشنش رو دوست داشته باشی مانی خوشبین مانی خوشبین رو دوست داری پس چه جالب میدونستم آره. احتمالا یکی از جواباته پس آره. یعنی سلیقه مانی خوشبین چیزی هست که مورد پسند تو هم باشه سلیقه ب... کالکشنی که داره واقعا خب از تاپ ترین ماشینه دنیاست به خصوص اه... وان, آف وان آره. یعنی اه... فکر کنم کمتر کسیه که علاقه نداشته باشه یکی از ماشین های خوشبینای ها میخواستی حرکتی روش بزنی کدوم انتخاب می‌کردی بوگاتی افندی خیلی خوشگله یا هرمس به 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 خیلی جفت ماشینش خوشگله بارک الله ببینم حالا این سوالا باز یه جوره دیگه است ماشین معروف ترین ایرانی که تو دوست داری توی کمپانی یه روزی روش کار بشه از نظر خودت که خیلی آمدن من میدونم خیلی فوتبالیستا و بازیگرا اینا اومدن ها رو تو کار کردی <applause> ولی اون که خودت همیشه تو ذهنت بوده و تا حالا نیومده کیه میتونی از همه جای دنیا انتخاب کنی بیژن خدا بیامرز ولی الان اگر بخوام یکی رو انتخاب بکنم آخه ببین نمیدونم چه ماشینایی دارن اشکال نداره ولی آن اگر... آن انتخاب کن که تو آره بعد آره. تو دلت بگی من برای این آدمه این ماشین رو درست کردم این سال بعدن جواب میدم دوستان فکر کنم بب... فکر کنم بگو چون دوستان آره. بدونم آره. که این کارو میکردی خب آقا یکی از این دوتا رو باید انتخاب بکنی یکی از این دو آپشن بیشتر نداری تصور کن که یک سال قراره سواری که من ببخشید یکم دیوونه بازی میشه از اینجا یک بنز AMG GT با لوگوی بزرگ کودکس روش باید یک سال رانندگی کنی یا یه دونه آر سبز مدل پوینت یکی از این دوتا ماشین رو یک سال بعد انتخاب کنی برای رانندگی کردن نمیشه هر روز سوار شم نا. یکی واسه دیلی یوز یکی واسه هفته یوا یه کیوبت میگن آقا یکی ولی من میگم که برام فرقی نمیکنه <applause> ببین اون یکی لوگوی کدکس روش داره بزرگا کدکس داره دیگه <applause> اگه دیزاین خودم باشه مشکلی ن دیزاین خود یه دونه لوگوی بزرگ کدکس روش داشته ولی ان جی جی تی اینو سوار میشه یه دونه آر سبز همینجوری معمولی برید دیلی بری بیرون بش شش مش شمش میکنه نمیتونی یکیشو برداشت یکیشو برداشت فرار کنه آردی برداشت حالا من این سوال مثلا توی ابعاد دیگه هم میپرسم مثلا همیشه میگم آقا یه بنز اس کلاس با لوگوی بزرگ کوکاکولا که تخفیف دادم الان بهت خب یا مثلا فرض کن یه دونه تیبای سفید ولی اون دیگه احساسی هر کی از بیرون میبینه فکر کنه ماشین کوکاکولا ماشین شرکت و سواری ولی این تیبای مال خودته تو هیچ ماشینی تا این لحظه نداری یکی این دوتا بهت آفر داده میشه که سوارشی شی کدومو سوار میشی بنز اس بنز اس کوکاکولا رو سوار آه. میشی جالب بود پس ببین برند تاثیرگذاره گذاره <تصفح> آه. <بنزس>. آه. <تصفح> جالب بود خب رپ کوکاکولاشو خودم کردم دیگه این تفیف من بده اون خودم بدونم حداقل یه کاری روش کردم نه اون یه چیز دیگه اون پالیسی شرکت کوکاکولا یه بزرگ رو ماشین شی... شیک زده برات یه کوکاکولا دیگه تو خودت نمیتونی کاری بکنی دیگه. بازم کوکاکولا رو انتخاب می‌کنی آره لذت رانندگی بنز اس قطعا آفرین همین خواستم به اینجا برسم که تو لذت رانندگی رو به اینکه ماشین شرکت هست یا نه ترجیح میدی باحال بود اگه اینطور کدکس هم مال من <laughs> اون یه جوری کارمند اون فقط داشبوردش دیگه تو که اون پخش کنی بکن جای مختلف که میری فکر میکنی کوروش صحباتی اگر آمریکا به دنیا میامد الان چه کاره بود میامدم تو تیم تو فضا نوردی چیز نمیشدم تیم تو یه لحظه فکر کرد اصلا فالکون ناین آماده هستم به در میخواد شاتلی چیزی الان دیه الان نبودم <تصفح> <تصفح> تو آمریکا کوروش تو امریکا به دنیا میومد بزرگ میشد میرفت ببین من ای آی خیلی جذبه میکنه من قطعا سیلیکون ولی میرفتم و طبق چیزی مم. که الان توی این سن و مطالعاتی که دارم اگر واقعا اونجا بزرگ میشدم و یک مسیر علمی رو با دانش الان هم میتونستم انتخاب کنم قطعا تو ای آی میرفتم و علاقه داشتم تو کمپانیای بزرگ یک فعالیت ماشینی آره. نبود اصلا صحبتت یعنی اگه خودتو تو تو آمریکا توی فیلد کاملا تکنولوژی دیدی و یه امه. جای دیگه دیدی خیلی باحال بود اگه میخوایم ماشینی ببینیم خب نه بعد میرفتیم می آره، 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 آلمان مثلا میرفتیم آره باز. آره نه آمریکا رو مخصوصا گفتم چون بگم آلمان 100 صد درصد احتمالا صنعت خودرو رو انتخاب میکردی قطعا دوست داشتم بشم اگر تو صنعت خودرو میرفتم در آلمان قطعا بنز و بی ام و یه دونه بهش اضافه میشد ست و تو اگه میتونستی طراح یکی از کمپانی معروف اتومبیل بشی کدوم اتومبیل سازی بشی کدوم انتخاب میکردی ضعیف ترینشون که بیاریش بالا که بیارمش بالا باری که الله سوسماس نداشت خیلی عجیب بود جوابش باری <تصفيق> <تصفيق> ببینم تو با خیلی آدمای معروفی بالاخره ماشیناشون رو کار کردی و همکاری کردی به یا حالا <applause> مدل همکاری خودتون تشخیص دادید تا حالا شده توقع بیجای این آدم ها داشته باشن از تو مثلا پیش اومده که نسبت به خدماتی که تو داری ارائه میدی تو همه کارا هستا فقط مم. تو کار تو نیست میخوام توقع بی تو کار دیدی یا نه یه مثال بزن منظور توقع مثلا فرض کن که من یه بازیگر معروفم امروز ماشینام میارم اونجا بعد خب تو به من احترام میذاری میگی من یا به تو فلان تخفیف رو میدم یا برای تو مثلا حتی کلابریشن میکنم این کار فری انجام میدم ولی من اونجوری که باید برای تو خدماتی ارائه نمیدم و اصلا میگم آقا من نمیخوام تصویرم باشه این یه مدلش هزار مدل میشه توقع داشته انجام نمیدم ده. انجام نمیدی اون يعني... چیزی که تو دلمه اون چیزی که حال کنم بسیار می خیلی ها بودن خیلی آره دیدم تو پیجت آره و خیلی ها هستن با توجه به چیزی که گفتید نمیخوانم. اسمشون نیومده و نخواستن ماشینشون مشخص بشه خب برای چرایته دل خودم بوده یعنی با طرف حال میکردم یا اگر هم اطلاعات زیادی نداشتم میرفتم با بایوگرافیش رو میخوندم یا یه اطلاعاتی کس میگرم میدیدم که آقا مثلا چه جور آدمیه از ساید اونا توقع بیشتر... بی جایی نهیدی هیچ که مثلا ببین هستش. هستش. هستش هستش, ولی بعضی وقتا خب دلت دیگه میگه آقا مثلا این آدم دیسیپلین داره این آدم اینجا یه همچین کاری کرده یا یه همچین تلاشی کرده واسه به یه همچین نقطه رسیدن میشه یک سری چیزا رو بخشید باریکالا. باریکالا. جالبی Yes. یعنی این کرکتره از تو اینستاگرام بالاخره مشخص نیست ولی تو این حرفایی که میزنیم مشخص میشه من میخوام که تو چه اتفاقی میافته بین این همه آدمی که این کار رو انجام میدن تبدیل میشی به صباتی mm. یه برندی که خواهمی میشناسنش و من تا جای که میدونم اکثر ماشینا اگه همه ماشیناست به من بگو همه ماشینایی که میزنید ظاهرا روی در باکشون من دیدم که اون لوگوی صباتی رو میزنید و مردم براشون تبدیل شده به یه چیزی که خوششون میاد این اتفاق بیفته تو حالت عادی مثلا بهت میگم اگه من شرکت سیب بزنم فردا بگم میخوام لوگوی سیب تو در باکتون بزنم و اول میگم آقا چی میگی دیوونه خب تو به جایی رسوندی اونا رو که میگن آقا شاید حتی شاید ریکوست بدن که چرا برای ما نزدی اونو خب میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد که تو اصلا به این نقطه رسیدی خود دلیلش رو چی میدونی خیلی ها تو ایران همین الان این کارو میکنن درسته پیشکسوتی ولی خیلی ها کار رپ رو انجام میدن حالا تو زیر مجموعه های دیگه باز کردی تو بازی چی شد که تو کوروش صحباتی شدی ببین خیلی عوامل تاثیر داره یعنی اگر بخوایم همش رو توضیح بدم و دوست دارم مثلا اتفاقا چون خیلی ها این سوال رو دارن برای موفقیت بیزنسشون ببین اون هوش مارکتینگ از من مارکتینگ نخوندم ولی خب ناخداگاه با توجه به اینکه همه چی از اول با دسته خودم ساخته شد یعنی از طراحی لوگو گرفته تا انتخاب فوند خب این بی نبوده بخوایم تو بحث اجتماعیش بریم روابطی که ایجاد شد از از سمت من و ارتباطی که با مشتری میتونست برقرار بشه که من مشتریایی رو دارم که شاید قدیمی ترینشون 10 سال ده سال میگذره از این رابطه و خب این خیلی تاثیر داره که برخورد شما با مشتری یه جوری باشه که خب این برندینگ رو کمک کنه چون من اعتقادم بر اینه که جدا از موضوع مارکتینگ و تبلیغاتی تو مدیا قوی ترین چیزی که میتونه به عنوان مثال مشتری ایجاد بکنه و میتونه این برند رو قوی بکنه اینه که شمایی که تجربه کار, کر... کار من رو داری به برادرت به دوستت من رو معرفی بکنی خب مم. این اتفاق خیلی افتاد بی بی و جیبه. آره و خب از اون طرفم خب مشخصه اگر من کوالیتی کار رو جوری که باید ارائه نمیدادم خب قطعا شاید به این نقطه نمی رسید ولی خب سعی کردم همیشه برند کار کنیم روی کوالیتی کار کنیم روی روابط درست با مشتری تو مجموعه ما همیشه حق با مشتریه یعنی بارها تاوان چیزهایی رو به غلط ما دادیم که فقط طرف مقابل با لبخند به عنوان مثال از مجموعه بریم و راضی باشه شده بعضی وقتا طرف به منظور میخواد یک آوانسی رو بگیره اون آوانس رو ما دادیم جالبه آره. کجا اون پوینت اتفاق وایرال شدن افتاد برات اولین بار یعنی حس کردی که ای من کاری کردم ببین اولش خب ببین همه چی ذوق و شوق خودم بود مم. یعنی اینکه اون اوایل همش میخواستم ببینم که چه ماشینی هست که در ایران وجود داشته باشه و ما کار نکردیم حالا تیبار هم گفتیم ما تیبا هم زدیم تیبا یک مجموعه بوده واسه مثلا آشپزی بوده ما اومدیم کار پرینتی روش انجام دادیم ولی بحثی بود که ما میخواستم همه ماشینا رو تجربه کنم خب اولویت اون خواسته خودم بود و بعدش ببین مثلا کار کروم جزء کار جذابی بود یه بیموی سری چار کروم زدیم که رنگ آبی بود که خب اون خیلی سراسدا کرد ببین ما اومدیم بعد از مدتها خدمات تیونینگ حالا اصطلاح تیونینگ یک اصطلاحیه که هزار و یک زیر شاخه داره یعنی آره. از خدمات پرفورمنس و فنی گرفته تیونینگ محسوب بشه تا تغییرات ظاهری و داخلی و این داستان ها ما اومدیم همه این عوامل و فیلت های کاری رو اومدیم تو یک مجموعه تعریف کردیم مهم. که به مرور زمان اتفاق افتاده یعنی تعریف از روز اول نبود ولی خب این سبک باعث شد که حتی یک انگار بیزنس جدید به این شکل راه بیفته تو بحث اوتوکیر که محافظ های ماشین هستن و بعد حالا بحث تو دوزی و پرفرمنس و کارهای دیگه اه در است کار کروم و اون ت... باعث شد این وایرال بودن آره. اتفاق آر آره راست این اتفاق باعث شد که همه متوجه کار رپینگ بشن کار رپینگ اصلا در ایران معنی نداشت یعنی واقعا سه سال اول من هیچ وقت تو کار نمیگم لذت نبردم اتفاقا هرچی چی سخت تر همه چی پیش میرفت لذت من بیشتر میشد چون آدم چلنج بودم خیلی سخت بود ما به یک جامعه ای که اصطلاحا ماشین با توجه به قیمتش سرمایه محسوب میشه بخوایم یک خدماتی که روی سطح ماشین اجرا میشه و نمیدونن این خدمات قرار به ماشینشون آسیب برسونه که الان هست مواردی هست اتفاقای متفرقه اجناس متفرقه اتفاق نصب میشه روی ماشین و باعث میشه که آسیب هایی به سطح بدن سه سال دیگه نه تا شیش ماه بعد بیفته خب اینا همه این نگرانی ها رو ما سعی کردیم از کسایی که میخواستن این کار رو بکنن ولی خب مردد بودن خب این طبیعتا به مرور هنوز هم هستا یعنی بعد از این همه سال هنوز هم یک سری هستن با این کار حتی هنوز آشنا نیستن ولی خب سخت بود تا اینکه اون دو سه سال اول ما بخوایم تلاش بر این بکنیم که آقا این صرفا شما این کار رو داریم میکنیم و مفیده یعنی صرفا ما نمیخوایم خدمت بفروشیم درسته. صرف صرفاً این کار رو انجام بدین برای پیشگیری از درمان حالا پیشگیری از درمان میشه موضوع تصادفات حالا موضوع اتفاقات دیگه که میتونه واسه سطح ماشین بیفته درسته به هفته چند بار ماشین که خودتون کار کردیدون رندم تو خیابو میبینی؟ من چون همش سر کارم هم بیشتر بیرون نیستی بیشتر بیرون نیستم نمیبینم ولی خب خیلی برام میفرستن یعنی توی اینستاگرام هر کی میبینه اکثر اونه که فن ما هستن تگ میکنن منشن میکنن ویدیو میزنن زیاد الان متوجه میشم که اه. هستش ولی خب خود من خیلی کم پیش میاد بیرون باشم اگه بگن تو تمام ماشینایی که تا امروز کار کردید یه دونه یادگاری فقط تو ایران میتونید نگه دارید بقیه ماشینا همه آن رپ میشن کدوم ماشین رو نگه میداری نماینده یادگاری سوباتی کاستمز توی ایران به چرخه همشون بچه ها من <تصفيق> 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 نه یکیشون رو باید نگه داری بقیه ماشینا همه حالت استاندارد میشن ولی اون یه دونه میشه خاطره تو از کل کاری که تو الان کردی کدوم نگهش میداری خاطره من از ترجیح از تو خود ایران انتخاب کنی بهتره که چون آره، تو ایران بچرخه ببین یکیش همون آی ایت هست چون خیلی قدیمیه کدوم <تص> آی ایت آی که کربن اف دیزاین شد آه. روش اه، اون خیلی پروژه قدیمیه ولی ماشین خیلی زیاده من دلم نمیاد مثلا بگم این دیگه آره، سختش سختی جمعی یه دونه رو فیلن آیه ایتو نگه اینم بذار بعدم به جواب بده <تصح> <تصح> چقدر چیزی بعدم به جواب بده <تصح> نه دوتا شد <تصح> ببینم قدم بعدی چیه چه اتفاق قرار بیفته برای صحباتی میدونم که مجموعه جدید دارید توی تهران که زیر زیر مجموعه های دیگه ای هم داره خود حرکت بعدی رو چی میبینی؟ یعنی میگه آقا من از این خسته شدم خسته که نه سیر شدم اینجا تکمیلیم حرکت بعدی چیه؟ حرکت بعدی ببین به صورت موازی خیلی کارها رو تو این چند سال ما پیش بردیم به عنوان مثال مجموعه گلمر اون در امارات خدمات سوارفسکی سنگای سوارفسکی رو میده روی ماشین های لکشوری. روی روز روز <تصفح> فقط تو امارات اتفاق میفته این از ایران در از شروع شد ولی چون من رفت آمد امارات همیشه داشتم و تصورم نسبت به کاری که قراره توش وارد بشم باز بحث آرت بوده یعنی بیشتر دوست داشتم تو این وادی حرکت بکنم بحث طراحی رو دارم امه. و تا جایی هم پیش رفته ما دو تا پروژه بادی کیت داریم البته همه اینا مستلزم این بوده که برند من به یک پختگی برسه امه. و این پختگی مرحله بعد یا استپ بعدیش بخواد چیزی که میخوام باشه خب این چیزها چون تا الان صحبت نشده کسی نمیدونه ولی برنامه ای که الان داریم و داریم پیش میبریم طراحی بادیکیت واسه دوتا ماشین دوتا پروژه است تا الان سیکرت بوده ولی خب الان چون به این نقطه رسیده که بد نیست راجبش صحبت بشه یک پروژه داریم اسم شیخ زاید با،, با پروژه مرسید جی که با الگو گرفته شده از پترن های اسلامی و بادیکیتش داره طراحی میشه خیلی دارم روش کار میکنم تقریبا 90 درصد کارش رو از از طراحی خودم دارم انجام میدم حالا کانسپت ها و اتدای مختلفی ازش اومده بیرون بخشش رو در اختیارت میذارم ببینی نظرتم بهم بگی چون خیلی دوستان هستن ازشون از نظر میگیرم و یه پروژه دیگه هست به اسم پرینس آف پرژا که خب بحث ایرانی بودنمونه روی روزوز کولینان داریم کار رو میبریم جلو کل تریم ماشین از تریم بیرونیش اسپریت آف اکستاسیش حالا اون استیل روی بونتش آرماش تریم داخلی تهره چوبا روی درا و قسمت مختلف داره سنگ اصیل فیروزه کار <gracias> میشه و طراحی شده و اینا به زودی نمونه اولیش میاد بیرون جدا از اون خب کمپلت ماشین تغییراتی داره غیر از بحث موتوری و انجینش ما کل ماشین رو داریم به اسم صوباتی تغییر میدیم و دیزاین داخلش به خصوص تودوزیش و متریالی که داره استفاده میشه کاملا ایرانیه و نمیخوایم حالا شلوغش کنیم و کاملا ایرانیزش کنیم یک تاچی از بحث فرهنگ ایران و علمان های ایرانی رو توش داره پروژه جی کلاسی هم که به شما گفتم شیخ زایده اسمش خب اونم یک استوری پشتش داره اونا کم کم ازش بیشتر توضیح میدیم که چیه ولی اون هم دقیقا همینه اون یک المان اسلامی روش داره از طرح بادیکیت و دیزاینی که رو بدنه داره انجام میشه داخلش هم همونطور و این پروژه ای وان آف وانه و قرار هدیه داده بشه به یک شخصیت خاص چه جالب بادی بادیکیت شیخ ساید وان آف وانه و کل ماشین کامل تغییرات هنگفتی روش انجام میشه از داخلش گرفت یعنی یک اثر جدیدی میشه روی جیش از... احتمالا این اتفاق بله. دیگه چقدر جالب چقدر باحال و رنگش هم سفید به خاطر حالا بحث ماشین خود آخر چیزم شیخ محمد و اینا هم همیشه سفیده من تا جایی که دیدم چیزو دقیقا یعنی معمولا جیایی که تو دوبه سوار میشن مقامات دوبه من چیزی که یا تو ذهنم مونده سفیده همه جی که خیلی پر... جی کلاس هم میدونم که خیلی هم خودت دوست داری هم برای ما ایرانی خوب یه تاریخچه جالبی داره که من یه بارم سرچ کردم و... ظاهرا فکت این داستان که اون اتفاق سفارش اولیش بله. از طریق شاه اتفاق افتاده بوده برای ما ایرانی بکگراند جالبی داره خودت هم میدونم جی کلاس خیلی دوست داری برای دیلی رو گذاره. آره حالا میخواستم ازت بپرسم که سختترین ماشینی که وقتی میاد میگه ای بابا این اومد باز رپ کنیم این سخته چیه نیستش واقعا خیلی بابا ما تو اداری از, آره. از هر چی میگیم سختتش. هر روز روز اوله هر روز مثل روز اول یعنی شاید الان نزدیک به ده هزار تا ماشین رو ما کامل یعنی از دستمون در رفته شاید 15 هزار تا باشه شاید 9 هزار تا باشه دارستم. ولی نزدیک به ده هزار تا ماشین رو ما کامل فور رپ کردیم در ایران فقط حالا نزدیک به 700 800 تا در امارات ولی بحث اینه که ببین وقتی اون کار جذابیت داره و این حس پرسونل منم این حس رو دارن الان نزدیک به سی نفریم و همشون این علاقه هر رو دارن و اصلا نمیگن این پروژه رو بده من اون کاره چون علاقه اصلی اون کار است اون خدمات است صرفا دیگه مهم نیست ماشین چیه ولی خب قطعا یک سری ماشینا میتونه جذاب تر باشه ماشین هایی که جدید به چشم میخوره ماشینایی که حالا به اسم پلاکای گذر موقت داره میاد خب سال بالاترن یا تا الان روشون کار نشده خب اونا رو ما هیجان بیشتری نسبت بهشون داریم ولی ماشین نیست که بگیم مثلا وای این ماشین دوباره اومد نه مثل همون ماشینه ماشین رو... که رپ میکنید اگه تصادف کوچیک داشته باشن چه اتفاقی بر اون تیکه میفته شما همون تیکه رو دوباره باید با همون متریال و همون برند دوباره کاور کنید درسته مثلا فرض کنید دقیقا. یه گلگیر ماشین خورده دقیقا. این گلگیر باز میشه تعویز میشه یا تعمیر میشه مجدد اون قطعه کاورش عوض میشه آها متوجه شدم یعنی حتی ای صافکاری هم لازم باشه شما کاور رو میکنید گلگیر صافکاری میشه دوباره میشه. روش رپ انجام میشه حالا آره. آره اینو گفتید یاد سوالی که پرسیدی افتادم گفتی مسخره ترین سوالی که ازت میپرسن چیه شاید هشت بار این سال ازم پرسیده شده میگن آقا ماشین منو که کاور کردی اگر ما یک روزی بخوایم بکنیم دوباره میشه از کاورش واسه ماشین بعدیمون استفاده کنیم آره. این سوالو کسی این سال شده آره <applause> و فکر کنم مثلا تو امروز ببارد. پراید داری فردا دیویسیشون خود چجوری اثر روی اون بشینه آه. خب ولی خب سال دیگه ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد خیلی باله قیافه <applause> تو <applause> موقعی که اون یارو این سوالا رو میپرسه <applause> خیلی دوست دارم من فکر کنم این سوالا زیاده ببین من خودم یه سری کنجکاوی نسبت به رپ کردن ماشین دارم ولی خب کنجکاوی منطقیه دیگه مثلا تصادف منطقیه آه. یا من مطمئنم یه سوال منطقی که همه آدمای دیگه دارن اینه که آقا من امروز ماشین رو رپ می‌کنم. دو سال دیگه می‌خوام بفروشم اون نفر بعدی میخواد بکنه مم. چقدر سلامت اون زیر وقتی اونو از روش میکنی مم. این به برند رب داره به کار تو رب داره به چی رب داره اه ببین اه نه به برند که مطرحه خب ربط داره خب برند هرچی بهتر باشه دوام و گارانتی که ما بابت اصالت جنس و دوام جنس میدیم خب قطعا بیشتره ولی ببین بحث حالا الان تو فیلد کاور کردن ماشین بخوایم اگر صحبت بکنیم خب ما دو مدل داریم PPF پی, پی رو داریم و کاورهای های خود رنگ دار رو داریم که جفتش کار محافظت رو انجام میدن ما یه مثال برات بزنم اه اسفند اه یه ماشین اومد پیش ما بعد از فکر کنم 2018 بود ما یه انیکس بود یه انیکس 2017 بود صفر کیلومتر اومد پیش ما PPF پی پی انجام داد کاور بیرنگ رنگ اسفند ما اومدیم ماشین رو کاورش رو جدا کنیم چون فروش رفت بلد. و مالک جدیدش دوباره درخواست کاور رو داد ما وقتی کاور رو کندیم چه اتفاقی افتاد ماشین فکر کن پنجه و خورده ای هزار تا کار کرده بود خیلی هم اتفاقا خوب نگهداشته بودن از ماشین کم هم راه رفته بود ما وقتی ما کاور رو کندیم انگار ما ماشین رو وکیوم کرده بودیم خوب. یعنی اثراتی که بخواد باد خاک به خاطر باز اثر آنتی وی بودن متریال نور, خورشید بخواد اون اثر رو روی رنگ ماشین در حالت عادی بذاره خب هیچ کدوم از اونها رو این ماشینی که از نمایشگاه وارد کارگاه ما شده بود و رپ شده بود رو خب قطعا نداشت و شما واقعا یک بدنه صفر با کیلومتر پنج و خورده هزار تا کار خریداری انگار کرده بود نفر بعدی که ما مجدد روی این ماشین دوباره کاور کردیم و فکر میکنم این ماشین اگه 300 هزار تا راه بره تا چند سال دیگه این کاور روش باشه زمانی که میکنه خب بدنه صفر واقعا داره تحویل میگیره و این خب خیلی تو خرید فروش تاثیر داره حالا بحث قیمت ماشین یکمی توی ایران روی خرید فروش ملاک هست بله این ماشینی فوق... که رپ شده باشه افته قیمت داره؟ نه نداره نه, نه, نه دیگه من این موضوع دارم میگم که خب این موضوع جذاب میتونه باشه شاید کسی تجربه نکرده الان بعد از 7 -8 سال 10 سال این بیزنس در ایران بودن یه سریا که تجربه شده داشتن میگن سود این کار براشون ام. حالا چه طرف میخواد تو کار خرید و فروش ماشین باشه یا میخواد مصرف کننده باشه بره ماشین بعدیش رو انتخاب کنه یا خب قطعا هممون ماشین دوست داریم دیگه ام. علاقت نسبت به ماشین اونقدر زیاده که میدونی آقا یکی از بیشترین چیزی که تو باید مراقبت بکنی از ماشین بعد از حالا به عنوان مثال صندلی و داخلش بحث ظاهر ماشینه که یه وقت خط نیفته یه وقت مثلا نخواد سپرش بره رنگ بشه خب این قچن قطعا, قطعاً پروتکت میکنه و محافظت حد اکثری رو از سطح رنگ و بدنه داره امه. و این سوال دیگه من میدونم که دو مدل رپ میکنید یه مدل تمام اکثرا قطعات رو انجام میدید یه مدل فقط کاور بیرونیه که مثلا من دیدم در کاپوتو باز میکنی و مینون زیر ماشین سفید رپ مشکی شده شما اون دا دا کامل رو هم انجام میدید ظاهرا که قطع باز بشه چیز بکنید یا نه فقط کاور بیرونیه اینا همه بای اوردره این کارو بیشتر در امارات انجام میدیم آها این تو یعنی تو ایران بیشتر کاور بیرونیه فقط تو امارات ولی دلش ای... میدونی چیه اون های خود رو داری میگی مثلا ماشین آره. مشکیه میخواد آره. سفید یا قرمز آره. کنه ما توی ایران به سختی میتونیم مجوز تغییر رنگ بگیریم آها. و در امارات یا شاید بعضی کشورهای دیگه مشابه خیلی کشورها هستن مثلا هم ایتوریم. آره. راحت میتوریم. با یه اپلیکیشن شما توی شاید یک روز یک ساعت میتونید جواز تغییر رنگ ماشینتون رو بگیرید تو سیستم پلیس میره و شما میتونید رنگ رو عوض کنید ام. حالا سوالی که شما پرسیدی داخل ماشین یه سری ها هزینه بیشتر نمیکنن میگن همون ظاهر ماشین رنگش متفاوت باشه اوکی که حالا مثلا ماشین سفید آبی بشه در ماشین رو باز میکنی ستونا و اینا سفید سفیده. دیده میشه ولی خب یک زمانی از شما میگه آقا من کامل میخوام ماشینم رب بشه هم زمان بیشتری میبره هم خب قطعا به خاطر استفاده متریال زمانش هزینه بیشتری داره و خب از اون یه سری قطعات ماشین باید باز بشه حالا کاپوت نه ولی خب مثلا درهای ماشین باز میکنیم ستون ها کامل کاور میشه قفلها همه مجدد کاور میشه و دوباره بسته میشه و شما وقتی ماشین رو باز میکنید کامل ماشین رب شده ولی تو ایران این اتفاق کم میفته به خاطر انجام دادیم زیر 10 تا زیر 10 تا نسبت به این تعداد زیادی که داریم زیر 10 تا خیلی تعداد عجیب غریبیه جالب بود و اینکه میخواستم ازت بپرسم که شما کار پرفورمنس هم ظاهرا یه سری کارهایی رو استارت زدید انجام میدید به غیر از حال کارهای ظاهری و دیتیلینگ و اینجور چیزا مم. شما کار پرفورمنس هم انجام میدید درسته ببین تخصص اصلی ما هم همونطور که میدونی بحث کاورهای محافظ و دیزاین و حالا خدمات به خصوص تو توش الان خیلی هرفه ای هستیم ولی خدمات پرفورمنسمون منتهی میشه صرفا به حالا کیتای اگزوز حالا برند های مختلف هستش از آیزنمن هستش اف آی اگزاز هستش صرفا حالا به عنوان مثال اگر بحث توربو بخواد, بخواد باشه باز به صورت مثلا تخصصی ما تکنسین هایی داریم که خب تخصص من نیستش ولی خب افرادی رو داریم که به بهترین شکل این خدمات رو تا الان به مشتریمون ارائه دادیم حالا بحث کیتا اگزوز یک کمی ساده ولی خب بحث توربو و موضوعات این چنینی هره. یا به عنوان مثال هورس پاور و این داستان ها موضوعاتیه که تخصصی تره خب تیم های حرفه ای هستن که ما روابط خوبی باشون داریم و این خدماتو ما متقابل ارائه میدیم به مشتریانمون اوکی ولی بله خب برنامهش دقیقا زمانیه که من تو بحث استپ بعدی کاریمون گسترش مجموعه وقتی اتفاق بیفته پله به پله همه اینا تو یک مجموعه به زودی به صورت حرفه ای کار خواهد شد آقا تا اینجای کار ما همش صحبت ماشین های عجیب غریب و هی هر اسمی اومد اسم ماشین گرون بود یعنی شما ماشین اکونومی کلا کار نمی کنید یا داستان چیه چون ما هر صحبتی کردیم الان بنز و بی و آی... نمیدونم مم. مازراتی و اینجور چیزا بود آره. صحبتی اصلا کار ماشین معمولی انجام نمیده یا میده انجام میدیم خیلی هم انجام دادیم فقط بحث اینه که سال خوب پرسید دایرکت مثلا چند وقت پیشه که دوستان گفته بود که آقا من زنگ نزدم چون مثلا روم نمیشد بپرسم تو دایرکت میپرسم مثلا سوناتا انجام میدید یا مثلا بی ام و سری 3 2013 انجام میدید در این حد هم رسیده بود خیلی این مسیج میاد ولی اصلا همچین ما همه ماشینا رو انجام میدیم یعنی هر درخواستی رو ما اجرا میکنیم حالا صرفا به خاطر سبکی که مجموعه پیش گرفته دوستانی که ماشین های حرفه ای تر دارن ماشین های جدید تر دارن به خصوص الان ماشین های گذر خیلی بیشتر به ما مراجعه میکنن حالا هم در جریانن که خب اون در دوست. امارات هست هم تو بحث بادی کیت هاشون به عنوان مثال خیلی ما خدماتش، خدماتی رو میخوان که بهشون ارائه بدیم که اصلا یه سری ماشین ها بادیکیت شده وارد ایران میشن در مجموعه امارات همون ولی ما ماشین های معمولی یا ماشین های اکنومی هم انجام میدیم و اتفاقا متقاضی های زیده داریم. یه سری حتی ماشین های چینی رو هم میپرسیدن چون حال الان سبک ماشین ها داره تغییر میکنه و خب یه سری دوستان ماشین های نو سوارشن ولی مجبورن انتخابشون برندهای چینی هم باشه که اصلا بدم نیستن یه سرشون واقعا با کیفیت تسلا رپ کردین تسلا یه دونه رپ کردن دبی آره چه رنگیو چیکو کردی سرمه‌ای بوده پی پی افش پی پی اف ولی یه مورد فقط یه مورد ای دادیم تام نمی اومدیم ما میشدیم اولی مورد دیگه نه اون پی پی اف کردم ما کار می‌کنیم آقا ما این صحبت بادی کیت بادی کیت می‌کنیم باز دوباره گفتم خیلی ماشین باز نیستن در مورد اون بادی کیت هم صحبت کن اصلا بادی کیت یعنی چی یعنی یه ماشین خب خودش بادی داره دیگه باز کیتش چیه ببین به عنوان مثال مثلا خودت میدونی که مثلا BMW آره کیت ام داره کیت معمولی داره کیت لاکچری لاین داره اسپورت لاین داره به عنوان مثال کیت ام داره خب کیت ام یک کمی ظاهر سپرش متفاوته رکابش متفاوته باز مثلا بیام تو بحث کامپتیشن ام کامپتیشنش فرم آینه ها متفاوت میشه ماشین کمی وایدتر میشه گلگیرش حتی بعضی وقت دیگه یعنی از صرفا قطعات پلاستیکی بله. خارج میشه گلگیراش هم متفاوت میشه خب این یک بحث مرسومیه که کمپانیای اورجینال خودشون هم این کار انجام میدن و این تغییرات رو دارن ولی یه سری،, یه سری شرکت های دیگه هم هستن که هم طراحی بادی میکنن هم تولیدات میکنن واسه فروش مثلا به عنوان مثال منصوری یا هامان هستش یا براباس اصلا خب قدیم هم تخصصی روی مرسدس کار میکرد آره. الان خب دیگه میدونید که روی ماشینه دیگه هم براباس داره تراحیش رو انجام میده عین کاری که ما الان واسه اون دوتا نسخه ماشینی که گفتم میخوایم انجام بدیم خب توی ایران هم یه سری اردر ها بوده خب میدونین مبالغ بالایی دارن اورجینال این قطعات درسته. ولی خب بوده به عنوان مثلا مثلا ما روی ای 8 کیت انرژی موتور اسپورت ژاپن رو اوردر دادیم نزدیک سه تا شش ماه زمان ارسال و ساختش شد چون با آی اوردره خب یکی از پروژه خاصمون بود در ایران با دیکیت واید انرژی موتور اسپورت که حالا ما اومدیم ماشین خودمون واید کردیم رینگ لاستیکش تغییر کرد سپیسر گذاشتیم و خب ای یک ماشین خیلی خاصیه و بعد این ای ماشین سفید هم بود اتفاقا راجع به تغییر رنگ پرسیدیم ماشین ما رنگش رو به قرمز تغییر این یکی ده. از اون تعداد محدودایی یکی از اونها بود به عنوان مثال حالا بحث کیت هم نباشه بحث فیس لیفت رو بخوایم بکنیم ما اولین سری هفته 2017 ایران رو فیس کردیم به اتاق 2021 17 رو که 2020 2021. 2021 تا جایی که من میدونم از 17 بعد وارد نشده بوده اون نشدن نه, نه دیگه آها. نشدن و این اتفاق افتاد البته بعد از مدت ها اینا دیگه کیت های تایوانیش هم وارد بازار میشه ولی ما قطعات رو مستقیما ای تو اینا ما عوض بشه تو این همه چی آها. الان واسه سری هفت درب موتور دو تا گلگیر صندوق عقب سپر جلو سپر عقب چراخ های جلو و چراقهای عقب و سپر عقب کامل دیفیوزر همه عوض شد و ما مستقیم از خود آلمان سفارش دادیم و اردری که ما داشتیم بحث این بود که لیزر لایت باشه حتما یا شادو لاین باشه دیگه بالاترین مدلش استیلا همه شادوه استیلایی که واسه بیم واس از اونور پرچه ماکان رو داشتیم ماکان 17 فیز شد به اتاق 2021 بیس اتفاقا یکی از نسخه های پرشه ماکان منصوری که به صورت اورجینال وارد ایران شد رو ما فیس کردیم و خب بحث اینه که این اولین ها صرفا اسمش شاید جذاب باشه ولی خب سختیهاش هم داره یعنی شما ماشین رو بدون فالت بدون ارور و تخصصی پروگرام بکنی که چراغ هم خونی سیم کشیش مثل سیم کشی فابریک باشه و قطعات جوری سوار بشه و رنگامیزی قطعات جوری باشه که واقعا مو نزنه اینجوری میشه گفت نمیشه گفت نیست واقعا شدنیه ما میتونیم این کار کردیم و خدا رو شکر تو رزومه کاریمون این اتفاق, اتفاق, اتفاق جی هم خیلی ها. میفته تا جایی که من میدونم جیو خیلی آپگرید میشه کرد به خاطر اینکه فرمت بدنش شبیه به نسل قبلی خیلی اتفاقا دست روی ماشینی گذاشتی که فیس لیفتش اونجوری که باید در نمیاد اه. و تخصصی نیست چون ام. اتاق عوض شد ببین ماشینی مثل سری هفت اتاق جی دوازدهش اتاقی بود که شما میتونستی رو همون تبدیلش کنی به 2021 <applause> صرفا با... ولی مثلا جی کلاس که 2019 اتاقش عوض شد شما اتاق 2018 رو بخوای بکنی 2019 یه سری تغییراتیه که استاندارد نیست و صرفا شرکت های تایوانی بیشتر اینو طراحی میکنن <applause> که بخواد خورونده بشه اصطلاحا و من موافقش نیستم بیشتر تو مجموعه جدیدمون هم الان خب ما خدمات زیادی داریم میدیم یعنی ما بخش کویک سرویس رو انداختیم بخش کارواش پرایوت رو انداختیم که یه کارتی به اسم صوباتی کارت طراحی کردیم کسایی که عضو صوباتی کارتن تو وبسایتمون ب... حالا وبسایت خاصی هم داریم شما میتونید مثل انتخاب صندلی در سینما رزرو کارواش تو انجام بدی و آره هم یه همچین اتفاقاتیه صوباتی کارت رو باید داشته باشی جدا از اون بخش بادی کیت و اکسسوری داریم اتاق رپینگ داریم که حالا تقریبا ایزوله و حداقل به عنوان مثال گرده هوا و اینا توی اون محیط هست و اون محیط مخصوص کار رپینگ و خدمات وسپا رو الان راه انداختیم تو موتور کمی وارد شدیم یه بخش دیزاین داریم و بخش سرامیک دیتیلینگ که خب اونم تخصصی داره کار حالا بحث احیای رنگ و دیتیلینگ و یا اصطلاحا بحث اوورهال ماشین اونجا انجام میشه آموزشمون هم که راه افتاده آره یا چند وقتی از آره دوستانی که علاقه به حالا بحث آموزش دارن ما به صورت تخصصی این آموزش رو داریم میدیم صرفا یکی از چیزهایی که توی این کار من خوشحالم بابتش اینه که ساخت این سبک بیزنس به سبک صحباتی بعد از این همه سال میبینم که شاید هر شهر و شهرستانی تعداد زیادی مراکز این چنینی دارن و خوشحالم که یه کسب و کاری ایجاد شد از طریق این برند که خیلی ها شاغل شدن خیلی با است... یعنی با یک سری هزینه کم میتونن با زمانی که براش میذارن و استعدادی که دارن تجربه کسب کنن و به صورت تخصصی این کار رو پیش ببرن و ما حمایتشون میکنیم یعنی تا حالا بوده هم تو بحث آموزش هم تو بحث مواد اولیه که به خانو اینا خیلی میشه سوال میشه از ما میپرسن سوال دارن یه جایی ایراد دارن خب ما همیشه دارم. کمکشون ایبا. کردیم ایبا. ایبا. آره. آقا دو تا از سوالای منو جوابشون هنوز؟ معروف ترین آدمی که تو ذهنته که ماشین رو کنی و هنوز انجام ندادی ایرانی و دو اگه یه ماشین یادگاری از صحباتی تو ایران بمونه چه این دوتا رو من جوابش ازت میخوام اوکی الان بدم دیگه بگو ببین ماشینی که نگهش میدارم یه مازراتی ام و ازش از سه تا بیشتر نیست چهار تا بیشتر نیست که یکیش فکر کنم کنسل شد سه تا بیشتر نداریم یه دونه مشکی یا دو تا مشکی یه دونه سفید اونو که ما کار کردیم سفید بود ماشین کامل کروم گلد برند ایرویدینیسون شد نه این اصلا نزدیکی 45 هزار تا نگین سوارفسکی روی MCS رادلاش کار شد روی تاج خود مازراتی حالا اون امبلمه جلو عقب که هیچی روی سخف هم یک این تو ایرانه؟ آره این ماشین تو ایرانه روی سخفش کار شد و دور تا داره ماشین جدا از اینکه کروم گولده توسط مجموعه گلمرمون که حالا در امارات هم الان فعال هست روی ماشین کامل های سورفسکی کار شده آره او اون ماشین نزدیک به ببینم بچه دو ماه زمان برد دو ماه آره و جزء ماشینه ای که خب خیلی خاطره من دارم در حین اجراش و خب یک کار خاصی بود برای اون موقع اونم ساین رو داره رو خودش همه ماشینا دارن این سوز رو همه ماشینا ماشین ماشین ساین رو دارن آره بدون ساین ما ماشین نمیزنیم این, این کسی درخواست بکنه شاید ماشینش رو در ویدیو یا عکس یا اینستاگراممون نیاریم ولی کار بدون امضا اصلا من انجام نمیدم باریکلا و این قضیه زیاد ممکنه پیش بیاد که طرف بگه من نمیخوام و تو بگی شاید پس ما این ده سال شاید 15 20 نفر خیلی کمه آره. خیلی کمه چه جاله آخه اکثرا شاید ما کاری هم انجام نمیدیم درخواست اینو دارن که قاپلاک ما یا لوگوی ما رو, رو روی ماشین بذارن قدیما این کار رو انجام میدادیم رو حسابی که حالا طرف دوست داره و اینا ولی خب از الان دیگه این کار رو چرا چون دیدیم ماشینایی رو دیدیم که جای دیگه کاور شدن و اومدن لوگوی ما رو گرفتن رو ماشینشون زدن خب این درست نیست آره درست برای, درست. درست. <applause> ده برای ده کار خودمون خوب نیست و یعنی مجموعه متعلق به همه فنامونه انگار آدم رو انتخاب نکردی؟ ماشین انتخاب کردی؟ آدم که توی ایران باشه من مهران مدیری واقعا به نظر من آدم حالا ماشین چی داره خودت نمیدونی فکر می کنم بنز اس داره چون قدیم یادم بی ام و سری 7 سوار میشد دیده بودم بود. من اس اس فکر می کنم داره هم میاد بنز اس اس نیو داره قبول داری به مهران مدیری بنز اس یا سری 7 میاد قشنگ نسبت مارده. به ابهتش و استایل سوار میشه این آدم آدم پوریه خب دیگه همه میدونن اصلا نیاز به تعریف نیست ولی خب آدم خاصیه آقای مدیری من... برنامه رو دیدی ماشین ببر <applause> واقعا باله دیگه خیلی هم آره. من کاری منم خوشم اومد از انتخابت جالبه من خودم اگه میشد البته بنده خدا فوت کرد ولی فرمرز استانی دوست داشتم اگه مثلا آره. میتونستم جای تو بودم دوست داشتم یه همچین البته خب بنده خدا چون میدونم ماشین باز بوده فرمرز استانی خیلی با حال آقا دمت گرم که بودی امروز پیش ما دارونت. صحبت های با کردیم با هم دیگه مرسی. من. و امیدوارم که یه روز بتونم بیام ایران کامپلکس از نزدیک ببینم حتماً. اونجا رو اونجا هم متعلق به خود دو که اومدی ایران هم حتما بیا ان آره. ترکیه هم میخوای حرکت آره من بزاره. شاید رو ماشین خودم بیا <applause> حرکت هایی خواستیم با هم دیگه بزنیم ببینیم چیکار میکنیم چی و دمتون گرم آقا برو <applause> بریم مرسی